شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ساعت 7 تا 8 جاودان شو در خدمت شما هست و من در خدمت شما نازنینان خواهم بود. میخوایم بریم سراغ مطلبی که خیلی برام به نظر من جالب اومد. شما که تو ایران هستید هم احتمالاً این کار رو میکنید، پیش اومده حتما که با حالت مستی پشت فرمون بشینید و رانندگی کنید. میگم شما که تو ایران هستید، چرا که میدونم که با اینکه در ایران اونجا هم اصلا کلن مشروب خوردن ممنوع هست، ولی با این حال این کار رو یواشکی تر انجام میدید. در اینجا هم خب ممنوع هستش، در همه جای دنیا ممنوع یه جورایی ها هستند کشورهایی که آزاد باشه. یعنی من تنها جایی رو که من دیدم، البته نمیدونم قانونش چجوری، ولی برای خود من خیلی خیلی جالب بود و همه نمیتونم بگم همه مملکت‌ها رو من نرفتم، ولی اسپانیا رفته بودم. خب و توی گاز استیشناش بار بود، یعنی چیز پمپ بنزینی بود. خب بنزین بزنه بفرما بشین اونجا دو تا شات آره، بزنیم. پمپ دقیقا پمپ بنزینی بود. بعد ما میرفتیم اون تو و یه بار خیلی شیک و رستوران بود، میتونستین بشینین و مشروب بخورین. یعنی فقط رستوران نبود، خب. رستوران بود و یه قسمت بار بود با تمام انواع مشروبات، همه مشروباتی که شما بگید. بعد بله، بعد آدما میومدن قشنگ بنزینشون رو میزدن، میشستن اونجا شاتاشون رو میزدن، دوباره سوار ماشین. یعنی برای من خیلی عجیب بود، مثلا از امریکا زندگی کرده بودم اکثر، مخصوصا موقعی که دیگه بزرگ شده بودم اینجا زندگی کردم، برای من شوکاور بود. من میگفتم این همین آدم میخواد بغل سمارش بیا رانندگی کنه. نشه نمیدونم آیا تمام ممالک اوکی یا نه. حالا این یک سوالی، یکی از سوالایی که در نظرم بود رو الان مطرح فرمودید، میخواستم دیرتر بپرسم ولی خیلی خوب موقعیه. گفتین که نگران بودید که از این که میخواید کنار کسی بشینین که اون شخص خب الان رانندگی میخواد بکنه و چند لحظه پیش رفته مشروب خورده. برای شما به عنوان یک شخصی که خب یک فرد مست الان قرار رانندگی بکنه و قرار کنارش بشینید، مطمئنم خیلی شما بینندگان هم الان هستید که به قول گفتنی ها میگن که داغ دلمو تازه نکن، منم آره همین دردو دارم و اینا. خلاصه برای شما چه احساسی رو ایجاد میکنه؟ خیلی ترسناکه. ترسناکه. خیلی ترسناکه. و من بودم، حالا اونو استثنان یکی از موارد بود، ولی بودم در جایگاهی که مثلا با یه گروهی رفته بودیم مهمونی، با یک ماشین رفته بودیم 3-4 نفری و اون کسی که راننده ما بود مشروب خورده بود و خیلی مست شده بود، یعنی قشنگ تلو تلو میخورد و بعد حالت عصبی پیدا کرد و زمانی که هر کدوم ماها و خانم اون شخص میخواست ازش درخواست بکنه که کلیدو بده نمیداد و با حالت عصبانی، یعنی چی من دارم دیگه، تو نمیتونی به من بگی بخور یا نخور، تو داری به من میگی که میفهمم یا نمیفهمم، تو که نمیتونی بفهم بگی نمیفهمم. این فرد چه سنی بود؟ چهل. اوکی. و البته من اونقدر سن رو یعنی تو ملاک نمیدونم، چون اکثر اشخاص در سنین مختلف این شرایط رو داشتن. و من میپرسم میدونین چرا؟ یاد گرفتیم بپرسیم سن چقدر بود، بچه چندم بود. میپرسیم ببینیم شاید به این نتیجه برسیم. خلاصه همه رو کاتگورایز بکنیم و کلاس کلاسه بکنیم. مو داشت مو نداشت این تاثیر داره؟ حتما. باور نفرما، جدی نمیگم. نه باور نمیگم. بعد هیچی نشستیم و ببین اینشون همه تمام فریوی رو قشنگ از هر طرف زیگزاگ میره و هر زمانی که لاینا رو می‌خواست امتحان کنه و هر ماشین دیگه که میومد تمام بدن ماها میلرزید. از 3 نفر تو ماشین بودیم، همه با هم جیغ می‌زدیم که این یه کمی حواسش بیاد طرف. و تا زمانی که رسیدیم واقعا به اون جایی که نشسته بودیم، همه ماها لرزش به بدنمون اومده بود. و لرزش ببینید به دو قسمت، یکی اینه که خب مسئول بدن خودمون، جون خودمون هستیم، ولی مسئول جون یک نفر دیگه بودن هم خیلی خیلی خطرناکه. یعنی رد میشدی نفر میدیدی خب یه دونه میدونی ونه با 2 تا بچه کوچیک توش، یکی دیگه الان هر لحظه میترسیدی که اگر این به این ماشین بزنه من دارم صورت بچه رو میبینم که اگه بهش بزنه چه اتفاقی میفته. و اینه که خیلی خیلی خطرناکه و متاسفانه خیلی از اشخاصی که مشروب میخورن اگه خودشون قانع نباشن به این مسئله که من هر چقدر هم بخورم بهتره که پشت یک ماشین چند تنی نشینم،
برای بقیه اشخاص، مگر اینکه دعوا بکنن، کتک‌کاری بکنن، این کلید رو دستش بگیرن، بعضی موقع خیلی مشکله و دوستان نمیخوان وارد این نوع دعواها بشن، یا همسر طرف حوصله نداره بعدن بره میدونی این دعوا رو بگیره. آخه یه موقعی هست که واقعا جلوگیری از خطراتی که میتونه پیش بیاد باید بشه. آره. بله. دوستان عزیز، اگر شما جزو این دسته افراد هستید لطفا کانال رو عوض نکنید. با ما باشید تا لحظات دیگر. میخوام شما رو جزو این افراد نیستید هنوز کانال رو میخوام به این عنوان مروری بکنم. به اتفاق خانم دکتر فوجال زینی، سمیناری که در روز گذشته در لس آنجلس برگزار شد و بریم یک سری به اونجا بزنیم ببینیم اونجا چه خبر بود، چه مطالبی رو فرمودن، تا اینکه خلاصه اون برنامه سمینار هم در واقع ادیت بشه و تقدیم شما بشه. پس از آگهی ها که برگشتیم میخوایم با بحث DUI، این کلمه DUI مخفف Driving Under Influence برای ایرانی ها ترجمهش میشه، یعنی رانندگی زمانی که شما یا مشروب خوردین یا مواد مخدر استفاده کردین. بله، پس با ما باشید با این موضوعی بسیار جالب. چه جز اونایی هستید که این ور نشستین، چه جز اونایی هستید که اون ور نشستین، هر دو دسته باشید، مطمئنم چیزای جالبی براتون داریم. با ما باشید. شاخص قدرت اطلاعات است. امروزه همه کمپانی ها برای معرفی خود از وبسایت ها استفاده می کنند. برای طراحی وبسایت خود با کیفیت بالا و قدرت پرداخت برای همه با جاودان پروداکشن تماس بگیرید. در ضمن اگر می خواهید از سرویس SEO استفاده کنید، یعنی نام کمپانی شما در سرچ انجین ها در صفحه اول نمایان بشه، ما می تونیم این مهم رو به نحو احسن براتون انجام بدیم. جاودان پروداکشنز تولید کننده اثری جاودانه برای شما. گرافیک دیزاین، وب دیولپینگ و SEO با جاودان پروداکشن. اگر به دنبال شغل نیمه وقت هستید، از هر کجای دنیا از این موقعیت استثنایی استفاده کنید. با جاودان پروداکشنز تماس بگیرید و یا به روی سایت تلویزیون اینترنتی جاودان رفته و ببینید کدام یک از شغل‌های موجود در این کمپانی مورد علاقه تان هست. تلویزیون اینترنتی جاودان، javedantv.com. عکس و فیلم لوتوس 818-577-38-59 310-738-7309. جاودان تیوی به روی اینترنت، javedantv.com. دوستان عزیز، سپاسگزارم که جاودان شو رو نگاه میکنید. در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع راننده هایی که مشروب استفاده میکنن به نوعی ها. حالا این سوالی که پیش میاد، داشتین در مورد شخصی صحبت میکردین که مشروب مصرف میکنه، مست میکنه، رانندگی میکنه و خب خانومش و اطرافیان هم همه ناراحتن. حالا میتونه خانومی باشه که آقا هم اینطوری، ولی تو خانوما کمتره نه؟ چی کمتره که میخورن مست بکنن و نه مست بکنن و آقایون هم کنارشون بخوام بشینه، خب کم پیش میاد دیگه، چون اون کمتر پیش میاد چون آقایون اکثر رانندگی میکنن. بله، میدونین یه چیزی رو که من توی جامعه خودمون خیلی از مواقع میدیدم، مثلا تو ایران، حالا اینجا کمتر میشنیدم ولی تو ایران خیلی خیلی اینو میشنیدم، این بودش که میگفت اشکالی نداره دو تا خیار بخور. خب اون آخه اون به خاطر نگرانی از پلیس بود، به خاطر نگرانی از مسائل امنیتی نبودش، هیچ وقت نبوده، هیچ وقت نبوده. به نظر من ماها واقعا تا زمانی که قوانین اساسی به وجود اومد، تا زمانی که حتی در امریکا گروهی به اسم Mothers Against Drunk Driving، MAD، Mothers Against Drunk Driving، مادرهایی که مخالف این بودن که کسانی که مشروب میخورن بتونن رانندگی بکنن، اونها خب بلند شدن و شروع کردن قوانین رو تغییر دادن. یعنی تمام این داستان ها توسط این مادرها که شروع مخالفت کردن شروع شد. بله، شروع همه شد. چیز از زیر سر این خانم هاست. خب شروع شد و به خاطر اینکه میدیدن که بچه هاشون دارن میرن بیرون و تا شروع میکنن مشروب خوردن و رانندگی میکنن، تصادف خیلی خیلی